ترک بعدی نگی جایی که این ویدیو هم داره، بازم کچی بیت وای اکس ان، نمیتونم اسمشو بگم، وای جی با بهراد، 500 هزار تا ویو توی یوتیوب و 106 هزار تا توی Spotify. بریم براش. من پول گلو میدم بیبی، این پلنشو میچینه، یکی واسه مشکل بساز زودی میاد بالو پرشو میچینه. خب این آهنگم کورس نداره، من نمیفهم چرا آهنگ کورس نداره، همش بیت رفت، باحال بود بیتی که گذاشته بودن اینا، ولی من ترجیح میدادم یه کورس یه ذره ایموشنال، یه ذره احساسی آدم بشنوه توی این تیکه آهنگ. بیتشو خیلی دوست دارم، سوژهش هم دوست دارم، چیزهایی هم که میگه باحاله. میگم تنها ایرادش کورس نداره. ناگهان کاری که بابا میکرد که یه تیکه کورس میذاشت، خوندنی، اموشنال، احساسی مانکن، تیکه دومش این تیکه میومد نگی جایی با اون افکته، چون این تگه توی کار پرودوسری بنا میگن تگ، یعنی تیکه که بعد کورس میاد، ولی این گذاشتتش جای کورس به نظر من یه ذره باید انتقاد کنم پرودوسرها، چون کار پرودوسرهاست که اینا رو بگن. میدونی پرودوسر فقط بیت ساز نیست، فرق بیت ساز و پرودوسر اینه که بیت ساز فقط بیت میده، طرف میخونه روش و اینا، پرودوسر باید کمک کنه روی استراکچر شدن آهنگ و ایرادا و مثلا بگه این کورس نداره، این فلان نداره، فلان اینا. برای همین الان تقریبا همون حرفایی که رو آهنگای پیش زدم، بیت خدا، ورس اوکی، سوژه داره باحال، میشه گوش کرد، کورس ضعیف. یه چیزی که دوست دارم از پوتک، این ویدیوهاش ایده های اوریجینال داره. حالا مثلا اون ایده ای که دختر میشه اینا، میتونست یه کاری بکنه، مثلا دختر بشه بره یکی بکشه، یه ذره داستانش طولانی تر بشه، خیلی دیگه جدا، فقط کلش جدا دور آینه بود. ولی مثلا اینم خیلی باحاله که با یه خانم مسن داره مثلا ویدیو ضبط میکنه و اینا، این ایده هاش اوریجیناله. خب این آهنگ جز با آهنگ خوب آلبومش بود، واقعا بیتش رو خیلی دوست داشتم، کورسش هم با اینکه ترجمه دادم یه چیزی اضافه بشه باز باحال بود. اینو من به 6 میدم از 10 به این آهنگ، چون به خاطر مخصوصا بیتش و اون تیکه کورسش خیلی به نظرم خیلی یونیک بود، برای همین اینم هم جزو آهنگای خوب آلبومش بود. نگی جایی. خب ترک بعدی آره بیبی فیچرینگ کچی بیتس، پرودوسد بای کچی بیتس، عرفان، ارون اکس، بهرا. دلت با دلکی بش برسی، بش برسی. این کورس مثلا خوبه، اینو فکر کنم خشی نوشته، مثلا این کورسش باحاله، بیتش باحاله، ورسش اوکی بود، میگم بازم 10/10 نبود ورسش. منم بیشتر مثلا بعضی وقت میگم ورسا رو دوست ندارم، انتخاب کلمه و ادبیاتش برای من یه ذره قدیمیه، یعنی بخوایم رو راست باشیم یه ذره ادبیاتش اون ادبیاتی نیست که من خیلی ارتباط برقرار کنم، ولی شاید بعضی بکنم، ولی الان این کورسش خیلی باحاله. اون گیتاره رو اون پشت خیلی دوست دارم، گیتاره رو گذاشتم. دورم شده پر نارفی، همه حرفامو شنیدی و بهشون تو واقفی، رو سنگ قبرم بگو. ببین مثلا نارفیق و واقفی کلمه‌ای نیستش که تو روزمره خیلی آدم استفاده کنه، برای همین میگم مشکل داره از نظر من لیریکس‌ها، چون کسی مثلا رپ باید یه ذره روزمره‌ای باشه چیزش دیگه، لیریکسش مثلا واقفی نارفیق اینا یه ذره دیگه قدیمیه، مثلا خیلی میدونی ادبیات 40 سال پیش. دینم از آنم صدای ناقوس، حلالت نمی کنم بیناموس. نه باید بگی بیناموس، ولی چیز میگم انتخاب کلمه‌هاشو یه ذره باید بیشتر کار میکرد. خیلی پروفشنال درست شده آلبوم، یعنی حالا میگم ایرادایی که من میگیرم خیلی تکنیکال و به هر حال باید بگیرم، نمیتونم بشم بگم این خوبه. خیلی چیزی که هست آلبوم خیلی پروفشناله از نظر پروداکشن و اینا، برای همین اینش اینی که مثلا تو این لول آلبوم هیپ هاپ اومده خودش خیلی خفن. این آهنگ آر بیبی و من به خاطر بیتش و کورسش، کورسش رو دوست دارم دوباره گوش کنم، اینو بهش 5 میدم از 10، یعنی پاس میکنه، ولی میگم بازم لیریکس ها و مثلا اون بی ناموس و مثلا اون یه ذره اون لیریکس های چیزش آدم ارتباط برقرار نمیکنه، چون به نظرم یه ذره خیلی
یه ذره قدیمیه اون استایل تکست نوشتن، ولی در کل خیلی آهنگ خیلی پروفشنالی بودن نظر پروداکشن و جوری که درست کرده بودن. خب ترک بعدی ترک بو 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 خیانت، ببینیم پرودوسر کیه. کچی بیتس، وای جی، فرگال بیتس، هم درست گفتم فرجال فرجال بیست. نه خب ببینید، این آدم بیست تو میمیره، تو سرم و ابرای سیا میگیره، عشق چشام مثل بارو میریزه، ریز میخوره رو گونم آرو میشینه. این خوبه، این یکی از بهترین شروعای کل آهنگایی که داشتن نظر ورسی و اینا، به نظرم خیلی باحال بود تا الان. من بی تو من یعنی تشکی میشه، یه ذره مونوتونه دیگه. من مشکل آهنگ اینه که مثلا من میخواستم پرودوس کنم یه ذره اینجاشو عوض کنم، دو در 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 همون میدونی دیگه، بعد یه دقیقه و نیم خیلی نمیخوای تا آخر آهنگ گوش کنی چون عوض نمیشه، سختگیرم دیگه متاسفانه من. یعنی با آهنگای خودمونم همیشه این ریختیم، یعنی الان مثلا دارم میگم این ایراداش چیه، 100,000 برابر از این بیشتر روی موزیکای خودم همیشه گیر میدم. برای همین اگه میبینین که سخت خوشم میاد از چیزی، به خاطر اینکه واقعا نمیتونم دروغ بگم، مثلا بگم نه خوبه یا مثلا آره واقعا خوبه که الکی تعریف کرده باشم، نظرم میگم، حالا کسی هم حال نمیکنه یا نظرش فرق داره مهم نیست، چون سلیقه ایه. یعنی ممکنه یکی بگه این رنگ 10 از 10، من بگم مثلا 3 از 10، مهم نیستش، ولی چون من دارم نظر میدم باید نمره منو گوش کنی، نمره من قبول کنید. خیلی آهنگ اکسپریمنتالی بود دیگه، فکر نمی‌کنم خودشم انتظار داشت این آهنگ هیت بشه، ولی الان میگم چون مونوتون بود یه سری جاهای بیتش خیلی باحال بود، چون مونوتون بود من خیلی نمیتونم اینو گوش کنم آهنگ رو دوباره. اینو این آهنگم 3 از 10 میدم، چون واقعا هیچ چیزی نداشت که الان بخوام دوباره آهنگ گوش کنم به جز بیتش، یعنی بیشتر نمره بیتش و اون تیکه اول فلوش، وگرنه چیز خاصی نداشتش. خب ترک بعدی، الان پوریا میگه کاش که نمیگفتم جای جای ریویو کنه آلبومم، من تا حالا نکردم این کارو، دفعه اول دارم آلبوم ریویو میکنم. یه دفعه با سپر آلبوم کوروشو در حال پلیستیشن بازی ریویو کردیم، ولی تا حالا تکی نشسته بودم دونه دونه گوش کنم و خیلی هم میگم چیز تجربه باحالیه. خب بریم ترک بعدی، دوکی فیچرینگ کچی بیت. این فکر کنم پروداکشن ویدیوش از همه پرخشتر و حرفه‌ای‌تر باشه، تا الان چند تا لوکیشن باحال بوده. باختم این فرصتو یکی چه، الان فقط میخوام یه چیه فرصتی که بکنه منو یه ریچه. من خیلی نفهم آهنگ راجبه چیه، راجبه دختره، راجبه کیه، داره با کی حرف میزنه، یه ذره اینشو نمیفهم. میگه دوکی جون نسخه‌مو بپیچون، این شد کورس، دوباره مشکل کورس. یعنی تقریبا همه آهنگا، نه همه، مثلا 70% آهنگا مشکل کورس دارن. من اصلا خیلی دوست ندارم این آهنگا رو، اینکه اینطوری چون اصلا معلومی راجب چیه، اصلا فقط یه تیکر رو میگه و اصلا معلومی راجب کیه، راجب چی حرف میزنه. بیتش اوکیه نسبت به بیتای دیگه شون، خیلی دوست ندارم بیتش رو، بیتش اوکیه، ویدیوش همه ویدیوها فکر کنم بالاتره، ولی خیلی میگم تا الان مدل من نبود آهنگ. داوینچی کدوم میگم، لینک شیم پتیم شیم پچین چین، بابا چی میگی؟ یه ذره لوسه لیریکسش، یه ذره لوسه این آهنگه، یه ذره بازم میگم همون مشکل کل آلبوم داره، لیریکسه به بیته نمیخوره، اصلا چیزایی که داره میگه خیلی اصلا ربطی به آهنگ و ستایل و چیزی که داره میگه، چون بیتش یه ذره دارک فانه و راجب مارکت موزیک ایران و تلگرام و اینا خیلی ربطی به این موزیک نداره. میدونی باز برس خشیار یه ذره چیز بود، یه ذره داشت کسخل بازی درمی آورد که مثلا دیوونه است و یه ذره به دکتر و اینا ربط داره، این مثلا تلگرام و فیتو اینا خیلی میگم کلن. پوریا جان یه پرودوسر میخواستی، یه پرودوسر باید بهت بگه، میگم فرقش با بیتسازین که باید بگه آقا این لیریکسی که داری میگی به این ستایل و به این سوژه و اینا نمیاد، میدونی جاش نیست تو این آهنگ راجع به تلگرام مارکت موزیک حرف بزنی، جا
چون میای بیرون از آهنگ. خب اینا اصلا دوست نداشتم این آهنگو، کورسش خوب نبود، بیتش اوکی بود، ورس اصلا معلوم نبود راجب چی بود، یکی داره راجب دیوونه شدن حرف میزنه، یکی داره میگه تلگرام و رپ ایران و میگم خیلی اصلا معلوم نبود چی آهنگه. بر همین این آهنگو خیلی دوست نداشتم. اینم به خاطر ویدیوش و کورسش و ورس خشایار اینو 3 میدم از 10، ولی واقعا بیشتر نمیتونم بدم، چون خب بیشتر نمره نمیشه داد به این آهنگ چون مقایسه کنی با آهنگای دیگه. میگم یه ذره گیجه کلن آلبوم، معلوم نی راجب چیه، یه ذره بیت ها خیلی گنگستر فانه ولی مثلا لیریکس روش یه ذره دیپه. مثلا اگه آلبوم های مثلا کندریک لامار رو گوش کنی اونم همین سبکا و همین سوژه ها رو میگه، ولی بیت هاش یه ذره اینسترومنت لایف داره، یه ذره این حالت نیو سکولی نیستش. کندریک لامار خیلی مثلا اون آلبوم پیمپ باترفلایش همش حالت جاز تور بود و اینا. یه ذره فکرم پوریا برای همین آهنگش مثلا با پیشرو و اون آهنگش با سپهر و اینا باحال بود، چون بیتش به چیزایی که میگفت میومد. ترک آخر آلبوم چقدر واقعا اینا که آلبوم میشتن ریاکشن میدن کارشون سخته. البته خب سخت منظورم اینه که اگه کل آلبوم بری بعد گوش کنی یا یه جا بشینی خب کار آسونی نی، ولی خب بریم آهنگ آخر نور کچی بیت YXN فلان با YG. چقدر باحال این ویدیوش، دوست دارم ویدیوش با اون پیانو و اینا. درد گلوم تا کیسه صفرم رسیده، حرف من خسته از حرفای دیگه، خودش یه امید زندگیم تو جریان دیگه. اینو دوست دارم، الان لیریکسش باحاله، به بیت میاد، چیزی که داره میگه باحاله، فلوش باحاله. مثلا این تا الان تو این 30-40 ثانیهش خیلی خوب بود. این آهنگ دقیقا کاری که باید بکنه از نظر بیتی، از نظر تکستی، از نظر مدل خوندن. این به نظر من اینو آهنگ با سپرش تا الان بهترین آهنگای آلبوم بوده. حالا اینو تا آخرش گوش میدم ولی فکر کنم این تو همون لوله. چه بیتیه، این بیتشو خیلی دوست دارم، این فکر کنم بهترین بیت آلبومه. اینو اون آهنگ با سپر جز بیتای خیلی خفنه. اینو چه اصلا پیانوشو ایناشو همه رو خیلی دوست دارم. مثلا این درسته، این قشنگ آهنگش نمیدونم چیه داستانه، ولی این آهنگه دقیقاً کاری که باید بکنه. ویدیوش باحاله، بیتش باحاله، لیریکسش باحاله، حتی کورسش هم باحاله. دمش گرم، این خیلی درست. خب خیلی خوشحالم با این آهنگ آلبوم تموم شد، چون به نظرم بهترین آهنگ آلبومش بود. این به این آهنگ 7/10 میدم. بازم اینو آهنگ با سپر فکرم چرخه بود اسمش، این دوتا آهنگ بهترین آهنگای آلبومن. کلی اگه بخوام راجع به آلبومش حرف بزنم، نکات مثبتش بیتاش بود، خیلی پروفشنال بود، میکسش عالی بود، خیلی از ویدیوهاش باحال بودن، خیلی خوب جمع شده بود آلبوم. اینا نکته مثبتش. منفیاش ورساش یه ذره دموده است از نظر لیریکس و کلماتی که استفاده میکنه، یه ذره دیگه اون ستایل رپ خیلی قدیمی شده، اون ادبیات هم قدیمی شده. بیشترین نقطه ضعف آلبومش که واقعا خراب کرده آلبومش و کورساشه. اکثر آهنگاش کورس نداره یا کورساش خیلی ضعیفه. فقط چند تا دو سه تا آهنگ بود که واقعا کورساش خیلی یعنی اوکی بود. حتی یه کورس عالی من نشنیدم که بگم واه عجب کورسی ترکون، چقدر کچیه، چقدر هیت، سوپر هیت، همه ایران پخش میشه فلان و اینا. برای همین و این یه ذره آماتور بود این چیز فکت آلبوم که اینقدر کورس ضعیف بود. و کلا سبکش هم سبک میگم شاید سبک خیلی کمرشال همه گیره اینا نباشه، ولی خب جوری که این آلبوم پرودوس شده میخواستن کمرشال بشه و حالا تو یوتیوب هم خیلی ویو داره، ولی خب مثلا اسپاتیفای اینا یه آهنگ نداره که مثلا 1 میلیون ویو داره که همه دارن گوش میدن، ریپیت همه جا میشنوی، مهمونی ها این ور اون ور و اینا. و این نشون میده که مشکل کورسشه. نکته آخرم اینه که از نظر لیریکسی یه ذره فکر کنم آدینسش یه ذره تینیجران و اینا که خیلی راجبه
خدا و دین و کائنات و اینا حرف میزنن و اینا، برای همین شاید مثلا من خیلی چیز نکنم، من خیلی نتونم ارتباط برقرار کنم با این مدل لیریکس، ولی در کل خب دمش گرم، خیلی خیلی حرفه‌ای بود همه چی. و آها یه نکته دیگه اینه که یکی از مشکلات بزرگ دیگه آلبوم این بود که لیریکس ها، چیزایی که میگه هیچ ربطی به سبک بیت نداره، سبک های بیت باید یه ذره بیشتر بخوره به چیزی که میگه. مثلا تو خیلی از آهنگاش مثلا سرباز و مثلا چه میدونم خیلی آهنگاش مثلا اون آهنگ رونالدوش و راست چایلدش و اینا، لیریکسی که میگه اون خیلی جاش روی اون بیت نیست و خیلی مهمه که آدم بدون مثلا یه بیت یه مدل لیریکس روش میاد. من روی بیت مثلا یه آهنگ کمرشال نمیتونم بیام حرف بزنم راجع به مثلا مشکلات دینی و مثلا مشکلات مثلا تلگرام موزیک پخش میشه و اون مشکل آهنگ دوکیشون هم همین بود دیگه، یه ذره سوژاش معلوم نبود چیه، ولی در کل خیلی خوب بود. به این کل آلبومشو من از روی چیزی که 5-6 آلبومیه که میذارم دوباره گوش کنم، زیر 5-6 متاسفانه نمیذارم گوش کنم آلبومو، من کلن به این آلبوم 5/10 میدم، به خاطر اونم به خاطر بیتاشو یه سری آهنگاش و مخصوصا آهنگ آخرش که به نظرم نجات داد، آهنگ نور آلبومو. ولی در کل دمش گرم، خیلی میدونم زحمت کشیده و خیلی حداقل یه پروداکت و یه چیز خیلی حرفه‌ای به بازار داده، ولی خب میگم هر آلبومی مشکلای خودشو داره و حالا دفعه بعد میتونه مثلا یه ذره رو کوروسا بیشتر کار کنه، یه ذره بیتاشو یه سبکای انتخاب کنه که بیشتر به لیریکسش بخوره، مثلا آهنگ نور و آهنگش با پیشرو دیگه، آهنگش با سپر. به نظر من تنها ست آهنگی که نگی جایی هم همینطور که لیریکس به بیت قشنگ می اومد اینا بود، بقیه آهنگا یه ذره بی ربط بود چیزایی که میگفت به چیز به سبک بیت. خب این بود انتقادای من، خودش خواست ریویو کنم آلبومشو، چون گفتم نشدیدم گفت گوش کن جون من گوش کن و اینا. دمت هم گرم، میدونم خیلی هم با جنبه است، میدونم اونم میدونه من چرت و پرت نمیگم، نظرمو میگم و منم اوکی ام اگه یکی بهم بگه آلبومت خیلی بده یا مثلا آلبومت دوست ندارم، خیلی مهم نیست، مهم اینه که مردم چی میگن و تایم. فقط من همیشه میگم تایم تنها چیزی که ثابت میکنه یه آهنگ خوبه زمانه. الان نمیفهمیم 6 سال دیگه 10 سال دیگه میفهمیم یه آهنگ خوبه یا نه، چون اگه بمونه یعنی خوبه، اگه نمونه من هر چقدر بگم بده خوبه یعنی به درد نمیخوره. دم همه گرم، ویدیو خیلی عجیب غریب ساختم امشب دیگه، تا ویدیوی بعدی. ها راستی اونایی که میخوانم میتونین بیشتر آهنگی که از آلبومش دوست دارین و این پایین بنویسین ببینیم نظر شما چیه. فعلا.